بنا به یکی از محاسبه های سازمان ملل که دیروز اعلام شد، گسترش مرگبار ویروس کرونا در سراسر جهان معادل 50 میلیارد دلار از صادرات تولیدی کشورها کاسته است. در همین رابطه و برای جزئیات بیشتر همکارم بهنام ناطقی از نیویورک با ماست. بهنام، در کنفرانس مطبوعاتی کارشناسان کنفرانس تجارت و توسعه که خودش یک واحدی هست از واحدهای سازمان دبیرخانه سازمان ملل در ژنو، گفته شد که هرچند تقاضا در جهان افت کرده، ولی این لطمه بزرگ به اقتصاد جهان ناشی از تعطیلی واحدهای تولیدی در چین هست که برای مبارزه با شیوع کرونا اعمال شده. اساس تجزیه و تحلیل ما شاخص مدیران خرید است یا PMI که 37.5 واحد معادل 20% سقوط کرده و به پایین ترین سطح خود در 16 سال اخیر رسیده. این شاخص مستقیما به صادرات مربوط می شود و نشان می دهد که صادرات به طور کلی در جهان 2% افت داشته، معادل 50 میلیارد دلار سقوط در کل صادرات جهان. به نظر این کارشناس اگه تعطیلی تولید به اقتصادهای بزرگ دیگه مثلا هند، امریکا و کشورهای دیگه مثلا اروپا سرایت بکنه، اون وقت هست که دنیا با مشکل بسیار جدی اقتصادی روبرو خواهد شد. تأثیر کاهش صادرات چین برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه شدیدتر لمس میشه، اما در صورت برطرف شدن سریع مشکل تأثیر درازمدت وقفه کنونی چندان نخواهد بود. از طرف دیگه تأثیر اقدام‌های دفاعی آمریکا در برابر نفوذ ویروس کرونا، از جمله لغو پروازها، منع ورود اتباع چین، تعطیلی کنفرانس‌ها و دیدارها، تقاضا رو پایین میاره. اقتصاددان الیساندرو نیکیتا در همین کنفرانس توضیح میده که چین زیربنای عظیمی از راهن، بنادر، انبارها، خطوط هوایی برای نقل و انتقال کالاها و تأسیساتی به وجود آورده که به سرعت نمیشه فقدان اونها رو با رو آوردن به یه تولید کننده دیگه از جمله مکزیک یا اروپای شرقی جبران کرد. کارشناسای سازمان ملل عقیده دارن که انتقال تولید به آمریکا، چنان که پرزیدنت ترامپ میخواد انجام بده و بارها گفته، خب در کوتاه مدت کار ساده ای نخواهد بود، چون اون صنایع و تأسیسات زیربنایی و امکانات تولیدی طی دهه ها به تدریج از آمریکا به چین مهاجرت کرده.